کسانی را که خدا گمراه کند راه نمایی برای آنها وجود ندارد و آنها را در طغیانشان سرگردان می گذارد. از تو می پرسند که قیامت چه وقت برقرار می شود؟ بگو علم آن فقط پیش خداوند من است و خداوند آن را فقط در وقت خود آشکار می سازد. قیامت بر آسمان ها و زمین سنگین است، ناگهانی سراغ شما می آید. از تو سوال می کنند، یعنی در باره قیامت سوال می کنند، مثل این که تو از آن خبر داری. بگو فقط خدا از آن اطلاع دارد، ولی بیشتر مردم این را نمی دانند. بگو من مالک نفع و ضرری برای خودم نیستم مگر تا آنجا که خدا بخواهد. اگر غیب می دانستم نفع بیشتری به دست می آوردم و آسیبی به من نمی رسید. من فقط بیم دهنده و مژده دهنده افراد با ایمان هستم. خدا وجودی است که شما را از یک تن آفرید و همسرش را هم از آن قرار داد تا با آن آرامش بیابد. چون با او آمیزش کرد بار سبکی گرفت و مدتی با آن گذراند. چون بارش سنگین شد هر دوی آنها خداوند صاحب اختیارشان را خواندند که اگر به ما فرزند صالحی بدهی سپاسگزار خواهیم بود. چون خداوند فرزند صالحی به آنها داد، در دادن فرزند صالحی که خدا به آنها داد شریکانی درست کردند. خدا خیلی بالاتر از چیزهایی است که شریک او می سازند. آیا چیزهایی را شریک خدا می سازند که چیزی خلق نکردند و خودشان هم خلق شدند؟ آنها توانایی کمک به ایشان را ندارند و خودشان را هم نمی توانند یاری کنند. اگر آنها را به هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند. برای شما مساوی است چه دعوتشان بکنید چه ساکت باشید. کسانی را که غیر از خدا می خوانند بندگانی مثل شما هستند. اگر راست می گویید آنها را بخوانید تا دعای شما را اجابت کنند. آیا پای دارند که با آن راه بروند یا دستی دارند که با آن کاری بکنند یا چشمی دارند که با آن ببینند یا گوشی دارند که با آن بشنوند؟ بگو شریکانی را که برای خدا قائل هستید دعوت کنید. بعد هر نقشه‌ای که از دستتان برمی آید برای نابودی من بکشید و مهلتی به من ندهید. مولا و سرور من خداست که قرآن را نازل کرده و او یار و یاور افراد درستکار است. کسانی را که غیر از خدا به کمک خود می خوانید توانایی یاری شما را ندارند، خودشان را هم نمی توانند یاری کنند. اگر آنها را به راه صحیح دعوت کنید نمی شنوند و آنها را می بینی که به تو نگاه می کنند ولی نمی بینند.
آنها را ببخش و به کار نیک امر کن و از افراد نادان روگردان باش. اگر از شیطان وسوسه‌ای به تو رسید، به خدا پناه ببر، چون او شنوا و داناست. وقتی شیطان افراد پرهیزکار را وسوسه کند، خدا را یاد می کنند، آن وقت بصیرت پیدا می کنند. دوستانشان آنها را به گمراهی می کشانند و در این کار کوتاهی نمی کنند. وقتی آیه‌ای برای آنها نیاوری، می گویند چرا آیه‌ای انتخاب نکردی؟ بگو من فقط از آنچه از خداوندم به من وحی می شود پیروی می کنم. این قرآن برای افراد با ایمان وسیله بینش و راهنمایی و رحمتی از طرف خداوند شماست. وقتی قرآن خوانده می شود دان گوش کنید و ساکت باشید تا مورد رحمت قرار گیرید. خداوندت را صبح و شب با فروتنی و ترس آهسته در دلت یاد کن و از افراد بی توجه نباش. کسانی که در پیشگاه خداوند تو هستند در بندگی او تکبر نمی ورزند و او را تسبیح و به او سجده می کنند.